بیننده های گل و نازنین من سلام، خوشبخت هستم در خدمت شما قرار دارم. امروز یک شنبه اول سپتامبر 2024 است که در نزدیکترین پارک خانه ما آمدیم و امیدوار هستم که امروز یک روز خوب داشته باشیم و البته که برتون قصه میکنم و یک غذای ساده هم پخته میکنیم. با ما باشین و ما را همراهی کنید. عزیزای دل من، پیش از این که بریم قصه کنیم، اول باید مواد را که همراه خدا آوردیم اینا را به جای معین نقل بدیم. خانمای عزیز، ببینین به مجرده که من دسترخان سرمیز آور کردم اینا، تمام مرغابی ها از او بر آمدن و کلشان دور و دور ما رو مصرح کردن. فکر میکنن کل وقت غذاست، داله که به تنها آمادگی گرفتم اینا مثل که دسترخان و مال و سودا و اینا رو همه را مثل انسان ها میشناسن و میفهمن که اینجا گپ خوردن است. چقدر زیباست. قصه را از جای شروع میکنیم که یکی از روزا بود در کابل، یک تقریبا 30 یا 40 سال پیش من از تمرین آمدم، مانده و زله در داخل آمدم، دیدم که زنیور خوارم نایمه جان در خانه آمدن. خانه خوب بیروبار است. سلام علیکی کردم، ایران مادم که چی گپ است. زنیور خوارم برای من گفت که فایمه جان آماده شوین که سبا صبح وقت حرکت میکنید طرف پاکستان. و من بسیار بسیار هیجانی شده بودم، چون نه خواخندهای من گفته بودم، نه رفیقای من گفته بودم، نه تیم خود گفته بودم. بر من بسیار بسیار جالب بود که چطور از اینی لحظه فقط شب و دم صبح میخیزیم و ما حرکت میکنیم. و این یک مجبوریتی بود که در اون زمان ها نفر خبر نمیکرد کسی را و چندین خطر متوجه آدم بود. یکی خطر دولت بود که در اون وقت به حساب یک دوره بود که هیچ کس نمیتونست راز خود را به دیگر کس بگوید. و در دیگر طرف در اورو که میرفتیم مجاهدین بود که اونا هم نفر جزا میدادن. سختی از چند طرف بود. ما بسیار میترسیدیم ولی بازم توکل خدا به خدا کردیم. صبح وقت از خواب خیستیم، چادری ها و کلمشا را پوشیدیم و به طرف رای رفتیم که باید به مترا طرف جلال آباد میرفتیم. از پل محمود خان او وقت مترا به طرف جلال آباد میرفت و نیم روزه میگرفت که تا آدم به جلال آباد میرسید. البته که راه ها بسیار مشکلات داشت، ترسام داشت، چندین جای استاد میکردن موتره. سر از اون ما طرف های بادچاش بود که در جلال آباد رسیدیم و از اونجا آمدیم به خانه کلانی که خانه کاکای زنیور خواهرم بود. در جلال آباد اونا زمیندار بودن، از مامدزی های جلال آباد بودن و چندین فامیل با هم یک جای بودن. کلانای قوم جلال آباد بودن و عزت و آبرویشان در جلال آباد بسیار با ارزش و بالا بود. ما به دروازه از اونا رفتیم و به اونا پناه آوردیم. با گفته زنیور خواهرم که ما کاکا جان آمدیم دینم اینجا، دیگه از این بادش مربوط شما میشیم. و راستی هم همتو بود. وقتی در خانه از اونا رسیدیم، اونا بر ما گلپی امرای کفته پخته کرده بودن و نانای تندوری هم گرم گرم بود. بسیار خوش شدیم که یک فامیل بسیار مهربان بودن، بسیار ما را عزت و حرمت میکردن، تعدادشان هم زیاد بود، جایی بر ترس نبود. ما خانم ها و امرای ما تنهایی ور خواهر مرد بود و بقیه همش خانم ها بودن. خب اونجا چند روز را سپری کردیم، چند روز
خوش گذشتاندیم، اونا رو شناختیم و با هم بسیار روزای خوب را تندور کردیم، آشپزی کردیم، قصه کردیم، ما از کابل قصه میکردیم، اونا از قصه خود قصه میکردن، با هم بسیار دوست و صمیمی شدیم. تا بالاخره یک روز نفر آمد همراه زنیور خواهرم گپ زد و بر از او گفت که ما شما را میبرم، یک قاچاقبر بود، گفت که من شما را از راه همراه موتر میبرم، بسیار آسان است، هیچ پرابلم نیست اینا. ما خوشحال شدیم و خودم این نفر بر زنیور خواهرم یاد داد که اولای پیسه تا دلای چوتی های مویت بود و هیچ پرابلم نیست، ما شما را بدون هیچ کدام مشکل میبریم. ما دعا کردیم، گفتیم خدای شکر که تو یک نفر مطمئن پیدا کردیم. اینا صبح صبح وقت آمد امرای موترا چند تا مینی بس های خورد پین و پگی که در کابل بود، اون از اون موترا خورد، اما کل ما را در دو موتر شاندن و از اینجا حرکت کردیم. صبح صبح وقت نفر قاچاق بر آمد همراه موتر، ما کل ما را که کلاوش و چادری بینا داشتیم در موتر کل ما را شاند و حرکت کردیم. یک دو ایستگاه را همه تو تیر شدیم، بسیار خوشحال بودیم، شکر خدای قصاده است. ما چقدر میترسیدیم، چقدر تشویش داشتیم. در ایستگاه سوم که رسیدیم که دیدیم که از دور عسکری معلوم میشه، تلاشی معلوم میشه، ما را استاد کردن و یک زن از نفرهای تلاشی در موتر بالا شد، روی ما را با چادری ها بلند کرد، گفت روی تارا لوچ کنیم، ما روی خود لوچ کردیم، من را سعی کرد، زنی برای خواهر من سعی کرد، چند دختر خالیش سعی کرد، دختر کاکایش سعی کرد. به مجرده که نوبت خواهر نیمه رسید، او نو نوزاد چیده بود، ابرای خود چیده بود، واقعا یک دختر مخبول بود. به مجرده که چادری خود بلند کرد، نفر سنزی به یک تعجب سعی کرد، سعی کرد دوباره از بودتر تا شد و نفرهای کلانتر خود بود که دا کابولیگیان دهی کلاوشون هم پپایی که دهی وایو منج زیارت دزو این همه تو بر از اینا در پشتو با و ما را گفت که اخکتشه کل ما را از موتر پایان کرد و در لین همه تو اونجا استاد شده. در این پارک بسیار بسیار حیوان ها زیاد است، یک مرغ کلان هم سر درخت چیشته طرف ما سیل داره و خدا کنه که مرغک های چوچه را یا حیوانک های چوچه ناتوانه غرز نگیره. وقتی تلاشی ما را در اونجا لین کرد که یه یک دانه نفر زنها کل جانش را میپولید، دست میزد، تمام جانشان را زیر چادری، من احساس خطر کردم به خاطر از این که وقتی که ما میبرامدیم کبید برادرم بر ما ازاری های داوتخانی را ده هزار برای مادرم خوارم بر من جدا جدا داده بود که در راک میرین مبادا که یکی تان از دیگه تان جدا شوین بر مشکلات مبادا در جیبتان باشد. و من از روی عادت نمیفهمم که کار خوب بود یا کار خراب، من کار کرده بودم که در بین ده هزار افغانی خود من آدرس امریکا از برادرم دکتر امان و از شوهر ممی جان از سویس نمرای تلفونشان با آدرس هایشان در کاغذ بشتر کرده بودم و در بین این ازاری ها مانده بودم و من این ازاری ها را گرفته بودم، در خود قد کرده بودم و یک جیبک در بک جاکت خود در بغل خود دوخته بودم خودم و در اینجا مانده بودم که باش که وقتی که در پشاور رسیدیم باز ما نمرای تلفن و تماس و آدرس و خط نشته کردن اینا رو داشته باشیم. به فکر خودم که من عقل کرده بودم اما نفهمیده بودم که سبب نقص ما میشه و من که فهمیدم که نال کلگی ممکنه هیچ چیزی نداشته باشه، تنها کسی که کلگی را به خطر مواجه کنم مستم، چون آدرس های سوئیس و امریکا و تلفن ها را با خود دارم. امی پیسه را در زیر چادری از جیب خود کشیدم، آستای کده تا ایسه آینک زانوی خود بردم که اینا متوجه نشه و در زمین ایلا کردم و یک قدم پیشتر رفتم. از پیسه تیر شدم به خاطر از این که مبادایی که آدرس ها ما را دگیر بتن.
و وقتی که نوبت ما رسید میپالید ما را، یکی از افسرهای خانم دمونجا او را از زمین گرفت، دید که لوله است، در چیز پیچاندگیست، او را گرفت و بلند کرد، گفتی از کی است، از کیست، هیچ کس گپ نزد و لای شواز کرد، گفت بیبی این از آریاست و در بین شما درسای خارج، اما هیچ کدام ما هیچ چیز نگفتیم. ما را بعد از اینکه تلاشی کردن و محترهای عسکری دوباره شاندن، کل ما را چندین فامیل از جلال آباد یک جای بودن، کل ما را در محتر شاندن و طرف می رفتیم و طرف که همه قدر رای را کامده بودیم، ما را دوباره به طرف دیگه می بردن و ما نمی فامیلیم که جای کجاست. فقط همین وقت در بین شهر که داخل شدیم، یک وقت متوجه شدیم که مکتب رخصت است و دخترکان مکتب کنی جای دستنایی که ما از بین شاگردای مکتب عبور میکردیم امرای موتر، امی کاکای زنیور خوهرم که دست خود هم ارسی رو پایان کرده بود، دست خود در سر ارسی موتر مانده بود، طرف بیرون سعی میکرد، بسیار نارام بود. در مو اصنا صدای زیر شنیدیم که صدا کرد که ما را خواهد برد. امی صدایش شمال می برد، ما فکر کردیم که امرای که گپ میزده که ما را خواهد برد. همه تا موتر حرکت کرد و رفت، ما را آوردن به خواد جلال آباد، در روی اولی از او اولی کلان بود، در اونجا کل ما را گفت اینجا بشینین. همه تا شیشتیم، بسیار متاثر بودیم، تعداد زیاد بود، کل ما در هر گوشه فکر میکردیم تا سرنوشت ما چی میشه، که یک دفعه چند دقیقه که تیر شد بعد چاش طرف های دیگر شده بود. یک عسکر امرای تشتای قابلی ازبکی که خوب همه تو گد تو وقت بودن، امرای تشتای پلاستیکی در تشتا قابلی رنداخته بود، آورد پیش هر کدام ما دور دور یک دو تا سه تا تشت مان، گفت گشنه هستین بخورین اینا را. ما سون از اون نان سعی کردیم، تشکری کردیم، اما کجا نان دل ما شود در اون حالتی که ما داشتیم. یک دفعه گفت نانتان رو بخورین که باز نال کردتان سوال جواب میکنه در داخل. ما بسیار ترسیده بودیم چون تو یک چیز هیچ وقت ندیده بودیم، این بازخواست و اینا را اصلا در زندگی خود تجربه نکرده بودیم. دلای ما یک تک 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 میکرد، نورام بود، جگرخون بودیم و سرنوشت خود ایران بودیم که چی رخ میده، که اولین کس را که داخل بودن ننوی خواهرم بود که یک دختر بسیار با جرات بود، از فاکولته ساینس بود، بسیار دخترک نازنین بود، این را که داخل بودن. از این ما در زیر کلکینای موخات بودیم، در پایان استاده بودیم، یک رنگ گوش میکردیم که از او پرسان کرد که خودت چرا میگروختی. دلبرکای خوبم اینجا چون این پارک نزدیک میدان هوایی است، هر دقیقه یک طیاره میره و این ما را مخلال میکنه، اما معذرت میخوایم، چاره نداریم، حال ما در اینجا آمدیم، باید سر تکمیل کنیم. وقتی که ننوی خواهر ما در داخل بردن، ما صدایش رو میشنیدیم که اونا پرسان میکرد که چرا شما میگرفتیم. او میگفت در جوابشان که خوب میکنیم، اگر صد بارم ما را ایلا کنین، صد بارم گیر کنین، صد یکم بار بازم میتونیم نکنین، شرایط سر مردم سخت نیارین، ظلم و ستم نکنین، مردای مردم را نبرین که ما نکنیزیم. و ما هم خوشحال میشدیم از گفت از او، دل ما قوت میگرد، هم احساس خطر میکردیم که واو این خواه اعتراف کرد که ما بگرختیم، این چه تو میشم، اینال کل ما در گیر رفتیم. خب نوبت به چند خانم دیگر رسید، اونا هم چیزایی گفتن و گذشت. نوبت به مادرم رسید، مادرم رفت و ما بسیار بسیار ما خواهرم میترسیدیم. مادرم برشان گفت که ما جای نمی رفتیم، ما زیارت می رفتیم، دختر مریض بود، ما او را می بردیم به زیارت. خب دیدیم که نفر دیگه آمد، پلیس بر ما کاغذ ها را داد، گفت که شما کلتان دخترایی که سواد دارن کلشان بر ما نشته کنن که کی هستن، در کابل کجا میشیشتن، نام پدرشان چیز، نام مادرشان چیز، خانهشان در کجاست،
همه تو بیوگرافی تو نه در این نشته کنین و این که کجا می رفتین هم کتا نشته کنین. ما و خوهرم و دختر های کاکای زنیور خوهرم کنه ما کاغذ قلم گرفتیم و مصروف نشته کردن شدیم. ما که همون صدای مادرم در گوشم بود که گفته بود دختر مریض است و ما هم در اون وقت ششایم به کمه هاو گرفته بود و مریض بودم و عکس و دوای ممنایم بود. من هم قصه مادرم براسی نشته کردم که من مریض هستم و ما و خوارم نایمه قصه کردیم که با بی ما دکاندار است، بی سواد است، بیادر نداریم و امی مادر ماست، ما میخواستیم به زیارت بریم. دیگه هیچ چیز معلومات ندیم. برای اینکه در اون وقت دو برادرم برآمده بود در کابل و ایجان و امی جان همراه نامزاد نیو جان و کبیر برادرم هنوز در کابل بود. ما بسیار میترسیدیم که برای از او ضرر نرسانم و از او خاطر هیچ چیز نشته نمیکنیم. خب نوبت ما خلاص شد و کل ما را رئیس خود در داخل سالون خواست. وقتی داخل سالون رفتیم یک سالون نیم جمنازیوم وار کلان بود، چوکی های یکا دور و دور برای میتینگشان اینایشان ماندگی بود. معلوم میشد یک اتاق کنفرانس یا چیز هست. رئیس خود در سر میز خودشته بود، یک آدم بسیار مسن بازابطه قوی همه تو طرف ما سعی میکرد و طرف مادرم سعی میکرد. گفت مادر جان قربان پیچه سفیدت شوم، قربان نور رویت شوم، خودتا معمیال کسونه چای میکنم، خجالت میکشم برای از اینکه مادرم به عین چیره به عین مویای سفید در خانه نشسته، من خودتا چطور به احترامی کنم، من خودتا که سعی میکنم چشمای مادرم پیش روی میایه، من نمیتونم از خودت بازخواست کنم، اما این چوکی این میز این مسئولیت ایجاب میکنه که من از خودت بازخواست کنم و سوال کنم که شما کجا میرفتین همراهی دخترکا همراهی فامیلا، راستتان بگوین جزایتان کمتر میشه. و مادرم بازم میگم من خب بچیم گفتم تا که ما زیارت میرفتیم این جای دیگر نمیرفتیم. خب این نفر کاغذ ها را خواست، اون از کرد کاغذ ها را برش داد. اینال برتان قصه میکنم که وقتی که امی کاکای زنیور خواهرم گفت که ما را خواد برد، امونجا امسایگکایشان دخترکا و اینا را میشناخت که بر از او پیام خود داد و او دخترکا رفتن به خانه، رفتن پیش کاکای زنیور خواهرم پیش کلانا در خانه شیشتن کلشان. او دخترک برشان گفته که ما کاکای ما دیدم که در موتر در پیش روی موتر خاد عسکری نشسته بود، وقتی که ما را دید گفت که امو شالالاخ و مرد. اینا چرت زدن چرت زدن که در بین قوم ما خوکس خاندالا ببخشین خاندالا امو خاندالا خو مرد. ما خود در بین قوم خود خاندالا را نمیشناسیم. ای چی مانا میتن؟ بچهشان که عسکر بود و در مخاد کار میکرد در دان دروازه خود، ای آمده چرت زده چرت زده گفته مبادا که اونا وقتی که در موتر عسکری بودن اونا نگفته باشند که ما را خود خواد بود. این مردم بین خود فکر کردن گفتن ها تو راست میگی، شاید این بچه بسیار بچه هوشیار بود، نام خدا خدا نگاهش کنه. امی گفته باش که من یک دفعه همه تو به ترات برم خواد ببینم که چی گپ هست. این آمد در خواد همینجا که همی سعی کرده دولی که زنا و فامیلا و اینای خودا که دیده شناخته، ای بدون یه معطلی رفته به کاکا و بزرگای خود حوال برده که درست است، گپ من صحیح است، اینا را خود برده در آگیر آمدن و اینا را خود برده در خود هستن، باید ما شما یک چاره بسنجیم. خب اینا فکرهای خود را میکنن، اینا را ما بیاییم در داخل خود که رئیس خود به مادرم چی میگه. حال خوب قصه را گوش کنین که در داخل خواد چی میگذرن. عسکرا امو چندان عسکر که بود کاغذ های ما رو جمع کردن و بر رئیس خواد دادن. رئیس خواد این ورقا را یک چند دقیقه خوب مطالعه کرد و سعی کرد اینا سر خود شور داد و
با تعجب گفت که وا وا این دخترک های سنف 6 و 7 چه خوب سویه دارن، چه خوب املا و انشا دارن، چه خوبش نشته کردن. والا عجب است. نعیمه جان کدامتان هستین؟ خواهرم نعیمه دست خدا بلند کرد که من هستم. گفت خودت بیبی جان در کدام مکتب تو سنف 6 خواندی که اینقدر املا و انشای فوق‌العاده داره؟ این خود سویه خودت از یک دختر پانتون هم کده بالاتر است. نعیمه خواهرم چیز نگفت. یک دفعه بازم روی خود طرف مادرم کرد، گفت مادر عزیزم قربان پیچه سفید چوم، اگر این امیال دراغی نمی آمدین و شما رو تلاشی ساد نمی کرد، چرا می کارا رو می کنین؟ همین دخترک های مقبول و نازنین همین ها رو کلش می برین، یا که نامزدکایش وقت در رفته از شما کده، یا باده شما میره، یا که در خارج هستن. باز این امیال اگر شما در پشاور می رسیدین، این امیال ساعت است که وقتتان اگر تیر می شدین آن در پشاور می بودین، دسترخانه که تا نوار می بود، دال چپاتی سر دسترخان می بود، یا دامتک های نزدیکتان می بود، یا خوشحال می بودین، زنگ تلفون بلند می کردین، در خارج زنگ می زدین که اینه بخی ما در پشاور رسیدیم. چی یک مزه می داد. یک دفعه مادرم دمی وقت صدا کرد که آ بچیم راست میگی، کاش که. یک دفعه رئیس خود خنده گرفت و گفت دیدی مادر جان که من میفهمیدم که شما میگرفتید زیارت نمیرفتید. رئیس خود بسیار در دستای خود چکچک کرد و گفت بی بی مادر جان آفرین که راست گفتی، من مطمئن بودم که تو شیرزن هستی و راست میگی. در این اصنا او یخ سر کل ما افتاد، کل ما بسیار پریشان و نارام شدیم، بسیار تصویرهای بد در ذهن ما آمد. اینا ایران ماندیم که چی میشه، که رئیس خود بر ما گفت که من هیچ چیز دیگه نمیتونم جز از این که یا شما را به کابل تسلیم کنم، یا که به زندان زنانه جلال آباد تسلیم کنم، بر از این که شما اشتباه را دیگه نکنین و تا که هستین زنده هستین فراموش نکنین که دیگه هیچ وقت امتحان نکنین که از وطن و خاکتان دور شوین و برین جای دیگه. ما بسیار متاثر شدیم، یکی سونه دیگه سعی کردیم، دیگه اصلا نمیفهمیدیم که سرنوشت همراه ما چی بازی میکنه، هیچی کاری بود که در حق ما شد اینا. و در تلاشی که هم از موی زنیور خواهرم رسیدای پاکستان، رسیدای پولی و اینا را یافته بودن و هم برای رئیس خود سند شد، بسیار متاثر کننده بود که در این وقت برای رئیس خود تلفن آمد. کل ما آرام شدیم، این تلفن را برداشت و بله گفت و اینا. دیدیم که مصروف قصه شد، گفتیم البته کس که امروز قصه میکنه بسیار خوب و بسیار خوب و اینا. ای گفت و به پشتو هم گپ زد و به فارسی هم گپ زد و همه تو گپش ادامه داشت. ما سونی یکی دیگه سعی میکردیم به خانمای سرگردان و بی‌سرنوشت ایان بیدیم که چی میشه. هنوز گپ های تلفون رئیس خود تمام نشده بود، تازه گوشی خود سر تلفون ماند که از دروازه واز شد و امی بچه کاکای زنیور خواهرم که عسکر بود ای آمد، امراش دو سه نفر مرد سفید کلانم داخل اتاق خود شد. رئیس خود از جای خود خیست و دست به سینه امراش زنان سلام علیکی کرد. ما که دیدیم او رو شناختیم، مردای کلان ریش سفیده نشناختیم اما او بچه رو شناختیم. خاطر ما جمع شد، او همراه رئیس خود سلام علیکی کرد و اینا. رئیس خود بر از اونا گفت که اینا کلانترین اشتباه زندگی خود کردن، من زیاد چیز نمیتونم، از خاطر روی شما و احترامی که به شما دارم من تنها از اینا یک تعهد میگیرم که بار دیگه اینا امتحان نکنن و نفر 50,000 افغانی هم اینا رو جریمه میکنم تا که فراموش نکنن و هیچ وقت وطن و خاک خود ایلا نکنن. ما به ترتیب بود ورقای از اینا رو بدون از اینکه ببینیم که چی نوشته کردن،
زیر ورقای امضا کردیم و همه تا دوار خطایی و عجله مثل که بال کشیده باشیم از موبین خود همراه مردایی که آمده بودن و اون بچه کاکای زنیور خوهرم خواده تر کردیم و طرف خانه آمدیم. ما وقتی که به خانه رسیدیم مادرم بسیار جگرخون بود، به مجرد که چادری رو کشیدیم و عموج شیشتیم مادرم دیو خود طرف مکت و بچه ما تو کابل میدیم. اینا دلشان آرسشان دخترم است، من برشان تسلیم بکنم، چی پس چی پیش حق از ایناست، میره به خانه از اینا. اینا میتونه که امرای دختر میتونه همراه زینا باشه هر جایی که میره پناهش به خدا. اما ما تو دوباره کابل میریم، از زیرگه زیادتر من پریشانی و نارامی را تحمل ندارم. و در این وقت کاکای زنیور خواهرم و دو مرد کلان دی سفید دیگه که اونجا بود از کلانهای قوم مومدزهی جلال آباد بودن و قدرتشان اقدر بود که هم در بین مجاهدین اینا نفوذ کرده بود، هم در دولت نفوذ کرده بود. اینا دو طرفه شناخت داشتن. او بر ما گفت که مادر جان شما نارام نشین، من تمام موضوعات بر رئیس خود گفتم، بر از او فاماندم که ما کسی نیستیم که شما زنای ما را به بندیخانه زنانه یا به کابل تسلیم دادیم. این فامیلای ماست، اینا به ما پناه آورده و ما پناهی از اینا را هرگز به پشیمانی یا به نارامی تبدیل نمی کنیم. ما هر طوری که هست شما را به جایداد و پلان و تصمیمی که دارین کامیاب و سرفراز به هدف برسانیم. شما فقط به ما اعتماد کنین، همه تو که شما را از خود بیرون کردیم و دوباره به خانه خدا آوردیم، ما عزتتان روی چشم ماست، ما شما را نمیمانیم که به کابل برید. مادرم خاطر جمع شد، آرام شد و خوشحال شدیم. یک شب دیگه یا دو شب دیگه را عموجا تیر کردیم که نمیفهمیدیم چطور میشه، چی گپ میشه که یکی از شوا باز امیزد کاکاش بر ما گفت که شما بسیار جگرخون شدین، متاثر شدین، در این قلعه بالا یک آروسی است، از خودگی های ماسته، شما را میبریم اونجا که ساعتتان تیر شوه، یک دفعه غم غلط کنین. ما بسیار خوش شدیم، گفتیم خو خیره. امرایشان رفتیم، گادی آمد و در گادی سوار شدیم و رفتیم به اون قریه. راستی اگه آروسی خوب بود، بسیار آروسی که ما در هیچ در عمر خود ندیده بودیم، بسیار مقبول بود. و اینا نیمه های شب وقتی که آروس می کشیدن که ببرن طرف خانش، این خانه مادر آروس بود. ما را یک دفعه دیدیم که امیزنیور خواهرم همراه دختر خالش دو جوال کالا را آورد و در اتاق ما را اشاره کرد که بیاین لباسایتان را تبدیل کنین که اینمه تو که فامیلا طرف خانه آروس میره، ما و شما در دیگه مسیر میریم، اما کالایتان را باید تبدیل کنین، پس همون چادری ها و همون کلوش ها را بپوشین. او دوباره ما چی اگوار خطایی شدیم که خدایا باز چی میشه؟ یک دفعه ما تعهد دادیم دیگر دفعه چطور میشه؟ خوی کلوشا و چادری رو پوشیدیم، در سر گادیا ما در بیرایه دیگه در حرکت شدیم، رفتیم، دمای صبح بود، رفتیم اقدر رفتیم از بین قلعه و جای تنگی که خسته شده بودیم، تا که به یک چهار دیوالی قلعه بلند که دیوالایش خامه و بسیار بلند بود و این دیوالا کلش سوراخ سوراخ داشت، در داخل ازی رفتیم، هیچ آباتی نبود، فقط کل جای بوجیا بود و خر بود و قاطر بود و اینا بود. در یک جای حتی یک چهار دیواری گرد بود، یک زن یک تاوگک مانده بود، در او نان دوده را جواری را پخته میکرد. ما را گفت که منجا یک قاچاقبرم بود، ما را بر از او معرفی کرد و گفت که اینا از فلانه فامیل هستن. اینا او بسیار احترام کرد و خوبی کرد، گفت شما دمتان راست کنید، باز بخیر شب تاریکی کشد، ما شما حرکت میکنیم. همین روز کل ما شتکایی چشمای ما پد بود و نمی فهمیدیم که در کجا هستیم. مقصد چنان خواب بردی ما را که برتون چی بکنیم. کلتان بیایید که میلا داریم.
بدوید کاش که من اونم روی خود می آوردم. من قصه می کنم اینجا بابا گر کاری کنه من قصه دارم من قصه می کنم خب؟ من اوسانه می گم قصه می گم باید برتون نونم می آرم فسان خب؟ باید از اینکه نونم جور کنم باید برتون نون می آرم من نون آوردیم باید برتون فسان نون می آرم خب؟ فسان نون می آرم برتون قربانتون شو چکه من برستی؟ چکه نازنین هستید؟ نام خدا، نام خدا هر کدامتان چی رنگایی دارید؟ کلتان مقبول هستید وقتی ما از قلا شو حرکت کردیم تاریکی یک شده بود آمدیم در لب یک دریا بسیار دریای خروشان بود جبلای عوش بسیار قوی بود و شدت عوام بسیار زیاد بود در لب از او چند نفر بود یک سیم از این طرف دریا به اون طرف دریا رفته بود و مشکای پرباد که او را جاله می گفتن اونا را نفرها گردن به گردن بسته می کرد مثل یک تخت روان وارا جور کردن از او و ما را گفتن در سر از این بشینین که از این طرف دریا شما را در اون طرف دریا تیمه کنیم این جاله ها دو دانه بود هر دانه جاله هفت دانه مشک داشت و ما را شاندن وقتی که از او تیر میکنن این جبلای حوک ما را اتوتو میکرد بسیار شور میخوردیم یکی دیگر را قایم گرفته بودیم و میترسیدیم تا کمر را در حوک بودیم وقتی که در اون طرف دریا رسیدیم کل جان ما، تنبانای ما، کلوشای ما کلش شد و پت حوک بود تا که تعداد دیگر هم نقل دادن کل ما در اون طرف رسیدیم و بعد از او بازم اینقدر را رفتیم که هیچ تریه تنبانهای خود را نفهمیدیم و دمی را رفتن و را رفتن تنبانهای ما خشک شده بود او که بازم در اگه سی دیگر رسیدیم که یک قلاغک دیگر وقتی در این قلا رسیدیم ما را گفت که شما میتونین ماندگی تانه بگیرین در روشنی ما جای رفتن نمیتونیم باید خوب صبر کنین و ما که زله و مانده و اینا بودیم میخواستیم یک چیز خو کنیم یک چیزایی بود که خوردیم من میخواستم خو کنم اونجا زنه دیدم که یک خوشگرک روغن داشت و اینا گفتم میتونم یک خوش از این روغنه که داشته باشم مادرم گفت بچه ما بسیار مانده شدیم پایای ما بسیار درد گرفته آینکای زانیم کلش درد میکنه کمرم درد میکنه و نایمه و ننوش نمیخواستن خو کنن یک رنگ کالای خود میتکندن اینا من میگفتم چرا خو نمیکنین چرا آرام نمیگیرین آرام باشین یک دفعه دوش خنده میکرد میگو برو خودت سیل کو من رفتم اونجا سعی کردم دیدم که تمام جایشان تمام توشک و پشتی و اینا از مرچه و اشرات و اینا پر بود راستی هم نمیتونستند که اونجا خواب کنند فقط یک طرف خانه که زمین خالی بود یک کمک متانستیم که اونجا هم بخچای و اینای خدا بانیم بشینیم و طرف دیگه که جایا کود بود سر به سر همه تو از سالها مانده بود یا بسیار وقتا بود اونجا پتا جای نفرهای قاچاقبران بود اینا دیگه کس اونا را نمیشوشت و نپاک میکرد معلومدار که دخترای کابل چطور میدادند که با اوت چیزا برای اولین بار خو کنند مجبوریت را نمیفهمیدند و به این چیزا عادت داشتم مگر آدم های نازدانه نمیتونند که چیزا را تحمل کنند به هر حال ما اونجا دم گرفتیم و من همراه همون یک رشکی روغنکی که داشتم همون را گرفتم و مالیدم پایای مادر من مساج میدادم آینکای زانویش مساج میدادم انگشت پایش مساج میدادم که مادرم شیمه نداشت که دیگه برای دوبه بیدارم البته که شرایط سخت بود امکانات نبود به سختی انسان ها تعمل میکردن شرایط سخت و ادامه میدادن مقاومت میکردن و ما هم از اون جمله خانمایی بودیم که باید برای خود ادامه میدادیم فردای از او که روشنی شد ما برای گد شدیم بازم تا یک سر رفتیم یک سر که بوته های خار و اینا بود در اون قسمت هلیکوپترهای روسا بسیار حرکت میکردن و ما را قاچاقبر ما گفت که نقطه
هلیکوپتران نزدیکتان میشه، کلتان مثل بتاور خود چملک کنین، کلایتان داخل بگیرین که از هلیکوپتر نزنیتان. اول ما قار میشدیم، فکر میکردیم که چرا تو میگه، چرا ما را بزنه کسی اینا، اما پسان وقتی که در راه آمدیم در پیش روی خود چند ساعت یا دقیق تیر شد که ما راه تای کردیم، در راه دیدیم که راستی اونجا بمبارون شده بود از طرف تیارا، دستا، پایا، مالا، همه چیز دقیق که در روی زمین افتاده بود. وقت ما فهمیدیم که قاچاقبر ما راست میگه، من مجردی که یک زندجان تیارای روسی میدید که حرکت میکنن از بالا بمبارد میکرد، اون قاچاقبر راست میگه. خب یک روز تمام ما را زدیم، در بلندی رسیدیم، برای یک کو وصل می شدیم که رای از او کو بسیار معین بود. قاچاقبر بر ما گفت که در این را که وقتی که میرین فکرتان باشه که چاپ پای خر و اسب که جای نالشان است امور رو تعقیب کنین، هیچ وقت خود گم نمی کنین و پایان هم سعی نکنین، برای از اینکه او را به اندازه نازک بود که دو نفر تیر بیر نمیتونست، باید یک نفر خود یک بغله از او را تیر میکرد. کو بسیار بلند بود و از اونجا تیر شدیم، هم گذشت، فقط امو چاپای پای عدسته که خر و اسب اینا از او را رفته بود، را بیخی معین شده بود که اونم یک را بود، دیگر را نبود که آدم خود گم کنن. از اینجا هم ما گذشتیم، از این قسمت کو هم گذشتیم، آمدیم در یک راهی که مثل یک گودال واره یک چکری دیگه بود. نفر قاچاقبر ما بر ما گفت که هر کدامتان طلا دارین، پیسه دارین، هر چیز دارین بر ما بتین که از اینجا که تیر میشیم این دوزای را رو است که اگر در پیشتان گیر کرد خودتان میزنه و اینا، بهتر است که اگر ما را استاد کرد امیر تسلیم بتین، بگویم که امیر داریم خیر و خلاص که شما به امان باشین. ما فکر کردیم که قاچاقبر همراه دوزا و یا البته سازک بازک داره، میخواید که در این وقت طلا یا پیسه و اینای ما را ما بگیرد، اما یگان دادن یگان ندادن، چیزی که بود این نفر گرفتم این جیبای واسکت و اینای خود ماند. تیر شدیم، فضل خدا که دزموزی چیز نامد و را که دامه دادیم، پس موادا و پیسه و طلای انگشترهای زنا را برش تسلیم داد، گفت اینه بخیتید شد، خاطرتان جمع باشه بگیرین مالا و امانتایتان دوباره. از او که تیر شدیم ما بسیار تقریبا نیم روز دیگر را زدیم تا که به یک قلعه رسیدیم که در برنامه گذاشتم براتون قصه کردم که در اونجا یک زن کوچی بود و تندورش قصه داشت و ما نان نخورده بودیم، بسیار گشنه بودیم و ما یک کپه آرد از او گرفتم در بدل پیسه که خانما به او زن داد و انگشتر رو اینا داد، یک کپه آرد من اونجا چوبکا را جمع کردم و تندورش قصه را داخ کردیم، یک نان فطیری تیار کردیم که برای کلگی فقط یک لقمه دادیم که عمق شد که کل ما از گشنگی نجات پیدا کردیم و برای ادامه دادیم. بعد از این که بازم چندین ساعت تای کردیم، بعد از او نفر به یک اواری رسیدیم که ترکتورهای دقانا و اینا واره معلوم می شد، ما را گفت که باش کمرای از اینا گپ بزنیم، یک مقدار پیسه میتیم، بقیه را رای اواری است، دیگه حال شما مجال قرار رفتن ندارین. همه تو مادر ما سرسفیدا و اینای دیگه همراه ما بود، آقله جان بود که عامله دار بود، بسیار برش سخت گذشت تمام راه را، بسیار زن مهربان و دوست داشتنی است. به همراه ترکتور کل ما در جایی که زمین میکنن اینا هنگ در اونجا ما ششته بودیم، بسیار وقتی که ترکتور را میرفت رام خامه بود، خاک زیادتر باد میشد، سرای مجی ما را مثل برف خاک گرفته بود، مویای ما را، رویای دست ما را، همه ما سفید شده بود مثل هارد از گرد و غبار خاک. بعد از اینکه از ترکتور دوباره پایان شدیم، آستا به اگرای برابر شدیم که یک دونه دوکانکایی که از
کانتینرها جور میشه، یک دوکانکای پلاستیکی رقم، غرفگکای کونه، اینا آستاستا شروع شد. ما فکر کردیم که به یک آبادی رسیدیم. دلبرکای خوب من، این قصه قصه واقعی تجربه رای ماست که من موی به موی براتون قصه میکنم و یک واقعیت مطلق است. و کسایی هستند که شکر تعداد زیادی از این گروپ های ما که همراه ما بودند زنده هستند، در امریکا و کانادا زندگی میکنند و اونا میفهمند که من این قصه را چقدر بدون سانسور، بدون کموکاست برای شما بیان کردم تا که شما بفهمین که خانمای افغان و دخترای افغان چی روزای سخت را سپری کردن تا به اینجا رسیدن. و وقتی که ما از تراکتور پیاده شدیم، آستاستا برای ادامه پیدا کردیم. در یک طرف دستراس ما آستاستا دوکانک های بسیار غرفمانند جوچه و همه تو کانتینرهایی را که اونا به دوکانک ها تبدیل کرده بودن قرار داشت. و وقتی که پیش رفتیم یک در قبیس قباد دیدیم که آستاستا دوکانا پیدا شد و در دوکانا نوشته ها را دیدیم، نوشته های پشتو، نوشته های اردو، پاکستانی. اینا به چشم ما خورد و امو وقت بود که قلب ما تکه شد و فهمیدیم که ما از خاک و وطن و ملت و مردم خود جدا شدیم. عزیزای گلم، انسان از احساسات داره، گاهی عواطف انسانی، گاهی احساسات واقعی چیزی از که آدم پناه نمیتونه. من معذرت میخوام. و همینجا بود که ما به دکان چبلی کباب ایستا رسیدیم که قصه چبلی کباب به برنامه دیگه براتون گفتم. حال پس از قصه ها زیاد غم‌انگیز است، نمیخوایم شما را جگرخون کنم. حال میریم به سوی آشپزی، یک چیزکای پخته میکنیم و با هم میبینیم و میخوریم و لذت میبریم. با ما باشید. نازنینای خود من، ما این منقل از خانه آوردیم. بسیار یک منقل که خوب زغالی است و حال آتش در میتونم. میخوایم که یک چیزای پخته کنم، چیزکای بسیار آسان اما مزه‌دار. با ما باشید. گنجان میدنویزه میکنیم در از اینکه برای کرایی خود کار داریم. همه چیز همراه خود آوردیم، شوشته، پاک، صفا، در قطعی ها بدون هیچ کنه تشویشه. اگه آدم منظم میایه به پکنیک بسیار مزه میته و بسیار آدم خوشحال میباشه و کیف میبره. نازنین های گل من روغنداغ است، درش پیاز هم اندازیم. ببینیم خوب داغ است. آخو چی اگه هوای تازه است، چقدر مزه میته. برای این از خانهایتان بیرون شوید، یک پکنیک در بیرون جور کنید، بسیار ساعتتان تیر میشه. اولادا و همه طبیعتشان هم خوب میشه، بسیار ساعتی است. چون تخم میخوریم یک چند دانه دندان سیر بر فشارم خوب است که در کرایی ما باشن. این حالا که پیاز خوب شده شده، بانجان میره ریزه کردیم و در این اندازه بانجان می تازه. این حالا که یک ذره چیزها شده تر شد، حالا مرچ تازه، مرچ تون کلش را این اندازیم که خوب مزه دار شود و تند و تیز باشد. پیاز بانجورمی خوب شده شده، من تخمه را در این اندازم. بسم الله گفتم و خیلی نوش جانش میکنیم.
از همه چیز کده یک کرایی تخم در وقت ماندگی و زندگی بسیار کیف میکنه و بسیار هم زود پخته میشه، آسان است، هیچ زحمت نداره. شما هم امتحان کنین یک روز کرایی بانجانومی و تخم بخورین. یک ذره مرچ نمک هم پوش میدیم، زیاد نیخواه علاقه که چاره شود. مرچ سیاه هم داریم و مرچ دانه دار هم داریم. میمانیم شد که خوب سخت شود. اینجا هم گشنیچ تازه داریم که این را ریزه میکنیم برای روی کرایی خود که بسیار مزه‌دارتر شود و تازه مولیم شود. خب یکان ذره از این گشنیچ هم مندازیم که بسیار خوبش مولیم شود. بسیار بسیار خوبش است. نوش جان دلبرکای خوب وقت خوردنش رسیده. ببینین بسیار خوب شده، مر پخته شد، مازیتش نکردیم، بال خودش ماندیم، خلاص شده و ایرم هم میبرم که در اونجا بانیم و بخیر نوش جان کنیم. امرای ما بیاییم عزیزای گلم و مجرده که من کرایی را آوردم سر میز ماندم، همگی هوا کردن که باش کنال باز فهیمه کمره را میاره و ماده کمره نباشیم. ای کرایی را نوش جان بکنیم. یک لامگه کمه به یاد شما نازنینا میگیرم در این میزنم و یک زرگه کام میگیرم. این است یک لامگه که خوب جایتان خالی. بسیار خوبش است. ما بعد از کنانه نوش جان کردیم، باز شما را در جریان بمانیم. از نعیم جان گل از برادرزاده شورم از سان فرانسکو تشکری میکنم که ویکند خانه ما بود و چندین دانه خربوزه افغانی بر ما آورد همراه بادام تازه که ما بسیار خوشحال هستیم و هر روز یک دانه خربوزه شم باز میکنیم و با خوشحالی و مزه میخوریم. حالا هم به یاد هم افغانای عزیزم و یاد وطنم این خربوزه افغانی را باز میکنم و برای شما نشان میدم که بسیار یک روز خوب است که ما خربوزه افغانی با خود داریم. ببینید خربوزه خود ما از دکانهای افغان گرفتن. البته ما شما خربوزه را قاش قاش میکنیم و کردم به خربوزه میزدیم و این قسم میخوردیم. یادتان است در چمن حضوری در تمام جایا در پل خشتی، سینمای پامیر، پل واقومی همه جای خربوزه را به قاش میخوردن. واخ شیرین است. بسیار بامزه است. هوای تازه، هفتم ملایم و نان و چای افغانی ما، چای سبز خود ما که این بسیار پرکیف است. من یک گلاس دارم خستگرکار هم با خود آوردیم و کیک و شیرنی و انگور هم داریم با چای یک جای میخوریم و لذت میبریم. و شما بیننده های گل و نخسنین من به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش. تا برنامه دیگه همه تانه به خدای پاک می سپارم. خدا نگهدار. زحماتتان و پخت و پز عمه‌تان عالی است. جای خوشی و مسرت برای من امین است.
کوشا باشید و با خوشی و توانایی لذتی بودن را در فامیل و آشپزخانه خودتان داشته باشین. موفقیت از آن هر کدام شما عزیزان باشد انشالله. بازم عکسای تازه داریم. تو با جان تسلیم بر ما ای قابلی ازبکی را که با روغن کنجد تیار کردن و به خاطر گرمی روغن چتنی شفتالو را آماده کردن که بسیار بسیار فوق‌العاده فکر است و سردی و گرمی غذا را خودشان فکر کردن. نام خدا دست پختتان و هنرتان قابل قدر است. سلامت باشین. پروین جان لطیف که یه هفته بر ما گلای سفید مقبوله، بادرنگ، سوکینی یا کدوی سبز، مرچهای بسیار سبز خوبش بر ما ارسال کردن و همه تو خبر خوش تولدی نواسگک نازنینشان به ما نوشته بودن که به همهشان تبریک میگم. خدا قدمشان نیک کنه، خوش و خوشبخت باشین انشالله. بسیار خوشحال شدیم. خداوند همتان خوش و با سعادت داشته باشه. گروپ آشپزخانه یا علیسای عزیز ما که پخت و پز عالی و خوش رنگ دارن بر ما کلچه وطنی را و آلوی درخت خود روان کردن که بسیار اردویش خوب معلوم میشه. نوش جانتان باشه. سلامت باشین. بسیار بسیار تشکر. چراغ هدایت که بر ما کوکوی عدس بسیار عالی و فوری بعد از برنامه ما پخته کردن. آشپزیتان معلوم دار که بیانگر عشق شما به خانوادیتان است. جان سپاس از شما. بسیار بسیار خوش شدم. فریبا جان امین که بر ما کبابای سیخی عالی، کوکو عدس با ترکاری های بیشمار، چپس و کبابای مزه‌دار تیار کردن. کارتان و آشپزی و سلیقه‌تان حرف نداره. موفقیت و آرامی از آن شما باشه. رحیمه جان ویدی بر ما جرمن رول و پکوره ترکاری، چپس تازه، نام خدا خوش رنگ معلوم میشه. دست پختتان بی نظیر است. خوش به حال خانوادهتان. نوش جان. اماین جان امینی بر ما پلو آلا، ماهی بریان، چپس، سلاته، همه چیزه و بسیار خوبی شرسته و پختتان توجه من را بسیار جلب کرد. خوش ذوقی و کارتان فوق‌العاده زیباست. نوش جانتان.